خیلی از افراد جامعه ممکنه درگیر با این بیماری بشن ولی علامتی نداشته باشن. اینا دو تا وظیفه به عهده دارن، یکی سلامتی خودشون. برای سلامتی خودشون طبیعتاً باید ویتامینایی که احتیاج داره بدن و در برابر کرونا میتونه مقاومت و سطح ایمنیشون رو بالا ببره استفاده کنن، از جمله ویتامین دی، ویتامین سی، ویتامین ای و عنصر زینک، که اینا میتونه ترکیب شده توی دارویی به نام ایمینو ایس هست که میتونه از داروخونه ها تهیه کنن. وظیفه بعدیشون سلامت دیگرون رو نباید به خطر بندازن. طبیعتاً باید این دوستان 10 تا 14 روز بعد از مثبت شدن جواب پی سی آرشون قرنطینه باشن، قرنطینه خونگی و اجتماعی. طبیعتاً نمیتونن برن سر کارشون، باید این امور رو ملاحظه بکنن و در خونه هم سعی کنن مثلا توی یه اتاقی باشن که با دیگران تماس فیزیکی خیلی زیادی نداشته باشن، از ماسک استفاده کنن، دستشویشون حتی المقدور جدا باشه اگرم نیستش، رعایت بهداشت عمومی رو انجام بدن، شستشوی دست و البسه و به اصطلاح مواد غذاییشون جدا از دیگرون باشه. من خودم افتادم، سه مام تو خونه افتادم، یک ریال کس به اون کمک نکه، اجاره خونه عقب افتاده، خود تاکسیمو اجاره ایه، قسطامو عقب افتاده، هیچ به هیچ، تمام حسابامون بستم به خاطر همین که 5 تا قسط عقب افتاده. من نمیتونم خونه بمونم چون کرایه خونه دارم، قسط ماشین دارم، قسطای دیگه دارم، چجوری بمونم؟ کسی رو میشناسید که این کارو کرده باشه؟ نه، خیلی‌ها این کارو نمی‌کنن. نه، نمیتونن این کارو بکنن چون واقعا طوری شده که زندگی سخت شده بابا. همین مغازه که الان بسته کلی از زندگی عقب افتادن. چکاشون همه برگشت خورد. کی رسیدگی کرد؟ فقط میگیم ببندین کار نکنین. اگه میشه اینجوری لازمه نابودی این ویروس میطلبه مشارکت اجتماعی رو، میطلبه توجه ویژه به بعضی از مسائل مربوط به محیط پیرامونی انسان‌ها و اجتماع و به نوعی هم عدم بی‌تفاوتی نسبت به همدیگر. مهمترین سیاستی که میشه تعریف کرد نهادینه کردن بحث مسئولیت پذیری اجتماع است. نهادهای دولتی، نهادهای مدنی و حتی نهادها و انجیوهای مردمی اگر سعی بکنند این بحث عدم بیتفاوتی نسبت به محیط اطرافمون رو نهادینه بکنند، در واقع فرهنگش بکنند، خود به خود جامعه به طرفی کشیده میشه که در واقع این مسئولیت برای تک تک افراد جامعه ایجاد میشه که بتوانند پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنند. وقتی در نگاه دینی ما حفظ نفس یک مسلمان، حفظ جان یک انسان ارجحیت داره بر حفظ مال و موارد دیگرش، این نشون میده که به اصطلاح فرد فرد و تک تک افرادمون تو جامعه به عنوان یک کنشگر فعال و پویا دارای مسئولیت هستیم و باید به این مهم توجه داشته باشیم. افراد از نظر علایم بالینی چند دسته هستند؟ افراد علامت دار، افراد بدون علامت، و هر دوی این افراد ممکنه تست مثبت داشته باشن و علامتی نداشته باشن. افراد علامت دار که مشخصه، علایم شبیه علایم سرماخوردگی، تب، آبریزش، سرفه، گلودرد، درد ریه، اینا رو داشته باشن. و یه سری افراد ممکنه که هیچ علامتی نداشته باشن و ناقل باشن، یعنی این ویروس در بدنشون وجود داشته باشه و اینو به راحتی به دیگران منتقل کنن از طریق صحبت کردن، از طریق دست دادن و از طریق حتی همین نفس کشیدن. ممکنه که چی بشه؟ این علایم به دیگران منتقل بشه، این بیماری به دیگران منتقل بشه. پس اون افرادی که مثبت بدون علامت هستن شاید وظیفه سنگین‌تری نسبت به اون افراد مثبت داشته باشن، چون که اون که مثبت ناخودآگاه بیماره و تو خونه خوابیده، داره دوره نقاهتش رو طی میکنه و داره درمان میشه، اینا ممکنه خیلی بیرون نره. ولی اون کسی که مثبت و علامتی نداره و به قول خودمون سر حاله، اون باید حواسش رو بیشتر جمع کنه، چون اگر خدایی نکرده یک فردی در اثر تماس با این فرد آلوده بشه و بیماری بهش منتقل بشه، این حقیه که از نظر اجتماعی، فرهنگی و شرعی و عرفی به گردن اون فرد هستش. به هر حال شاید ما خودمون اگه بخوایم این مسئله برامون پیش بیاد به مشکلاتی بر بخوریم قاعدتاً، چون
حالا خرج روزمره زندگی ها خیلی زیاد است و اینا، اگه بخواد اینم مزید بر علت بشه که یعنی این درمان و خدمت شما عرض کنم که مخارج خود این مریضی و حالا تقویتی که باید بیمار بشه کنارش، خب اونا بالاخره هزینه های خاص خودشه داره. ولی به هر حال اگر کسی دوست داشته باشه که این مریضی ریشه کم بشه باید این کار رو بکنه. من فکر میکنم حالا از شرعیش هم اینجوری که حالا فقهات اعلام کردن مشکل شرعی هم داره، یعنی باید شخص تو خونه بمونه که این زنجیره انشالله قطع بشه و کسی انتقال پیدا نکنه. ما کاسبا اکثرا اگر خودمون رو بیمه نکنیم هیچ چیزی نداریم که کسی بخواد از ما حمایت بکنه. حتی ما اتحادیه‌مون هم از ما حمایت نمیکنه. من خودم مثلا توی اولین دوره ای که توی تعطیلی بازار و کلن مجامع عمومی اعلام شد، دولت اعلام کرد که حالا وام های قرض الحسنه 3 قسطش به تعویق میفته. خب برای من کاسبی که درآمد ندارم قرض الحسنه یا یه وام که باید سودش رو پرداخت کنم به بانک فرقی نمی کنه. من وقتی درآمدم صفر باشه، چه قرض الحسنه باشه چه یه وام عادی باشه، به هر حال وقتی درآمد ندارم نمیتونم قسطش رو پرداخت کنم. ولی اگه وام مثلا میگم همه وام ها رو، چون من خودم تو همین موضوع به مشکل خوردم، ضربه به من وارد شد، اگر مثلا همه وام ها رو اعلام میکردن باز شاید من یه دلخوشی داشتم، میگفتم دولت اینجا با من خوب تای کرد. ولی هیچ حمایتی واقعا نشد، فقط توقع از ما داشتن که حالا صنفا رو تعطیل کنیم، مغازه ها رو تعطیل کنیم. متاسفانه خب بنده حداقل یک موردی که یک خانم آقای بودم و اصلا ظاهرشون مشخص بود که دچار ویروس هستم و حال مساعدی نداشتم و منتظر جواب گزارششون بودم، علارغم در واقع اعتراض بنده که به هر حال مکان در واقع محدودی هستش، خب بهتر بود که اون زمانی که گزارش در حال آماده شدن هست بیرون از محوطه باشم و حداقل در تماس مستقیم با مراجع کنندگانی که شاید آلوده نباشن، به هر حال این تذکر رو بهشون دادم. ایشون به هر حال با تندی و پرخاشگری و به هر حال به صورت فیزیکی با بنده برخورد کرد که خب بنده خب مشکلی با این رویه ندارم. به هر حال شخصی هستش که از لحاظ روحی در شرایط شاید مناسبی نباشه، اما نکته‌ای که هستش همین سهل‌انگاری‌ها باعث میشه که این روند در واقع آلودگی در سطح شهر بیشتر بشه و هر کدوم از این دوستان میتونن ناقل و شروع کننده یک چرخه آلودگی قابل توجه باشن، تا این دوستان همه مردم عزیزمون به این نرسن که خودشون میتونن قطع کننده این زنجیره و چرخه آلودگی باشن. متاسفانه ما شاهد روزافزون این موارد فوتی هستیم و مواردی کم میشه، مواردی زیاد میشه و در نهایت برای قطع زنجیره این مورد میطلبه که همت مردم بیشتر بشه. متاسفانه حداقل در سطح شهر قم اگر به صورت میدانی تشریف ببرید و در واقع یک تایم لپسی حتی تهیه کنید، شاید بیشتر مردم در بعضی از نقاط خاص شهری، تاکید میکنم بعضی از نقاط خاص شهری، علارغم همه موارد هایی که در سطح جامعه عیان هست، هیچ رغبتی به استفاده از ماسک و پوشش های مختلف نشون نمیدن و خاصه در همون مناطق هم بحث آلودگی و درگیری با کرونا ویروس خب خیلی بیشتر هستش.